به نام خدایی که انسان را آزاد آفرید، خانم ها، آقایان، سخنان خود را با چند بیت شعر از سعدی بزرگ، شاعر نام‌آور ایرانی شروع می کنم. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. در طول تاریخ بشریت از ابتدای ظهور انسان همواره پیکار بین نیروهای پلیدی و نیکی در جریان بوده و در هر لحظه و موقعیت هر انتخابی در واقع انتخابی بین این دو نگرش بنیادین است. ناآگاهی و تعصب بر آنچه می اندیشیم دو عامل اصلی این انتخاب نادرست بشر در این لحظات ویژه بوده است. بخشی از جهان در سیاهی و تاریکی است و نیروهای اهریمنی و شر بر آن بخش حاکمند. هر روزه در جای جای جهان شاهد رنج انسانها و قتل و جنایت رو به گسترش بوده و هستیم. اما آگاهی ابزار نیرومندی برای مقابله با این رنج و درد و بیدادگری است. وظیفه هر انسانی در هر نقطه از جهان این است که در مقابل این ستم و تباهی و سیاهی سکوت نکند و به هر طریق ممکن با نیروهای عدالت و نیکی هم نوا و هم راستا شود. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان رنج کل بشریت است و بی تفاوتی نسبت به این رنج ناشی از ناآگاهی و بی مسئولیتی مردمانی است که رفاه خود را مدیون این رنج هستند. کوشش های بسیاری از متفکرین و اندیشمندان یافتن روشی برای ادای این وظیفه بزرگ بشری مستقل از نژاد، رنگ، جنس، کشور و حتی نوع اندیشه بوده است. تبلور این اندیشه موجب تأسیس سازمان ملل متحد شده است که متاسفانه اغلب چندان قادر به اجرای کامل این مسئولیت به دلایل مختلف نبوده و نیست. سازمان مللی که باید حامی بشر و بشریت باشد تحت سیطره دولت هاست که منافع خاص خیش را بر عدالت و تعادل و صلح جهانی ارجح می کنند. اکنون تمامی بشریت در این برهه حساس تاریخی ناظر است که انسانهایی در ایران با دستان خالی و تنها با تکیه بر جان خیش و دلاوری و رشادتی مثال زدنی در حال جنگ با نیروهای اهریمن و شر هستند و در این مقطع زمانی تمامی بار این مسئولیت سنگین بشری را به تنهایی بر دوش می کشند. سازمان ملل متحد در مقابل این ظلم و ستم آشکار و واضح که بر ایرانیان دلیر روا می شود، جز چند اظهار تأسف و بیانیه کوتاه و بی تأثیر چه عمل دیگری انجام داده است؟ من به عنوان یک زن ایرانی، از تمامی انسانهای جهان می خواهم که در این راستا این شیرزنان و شیرمردان را یاری کنند. برای اولین بار در طول تاریخ بشر، زنان قدرت نهانی خیش را بر این جامعه مرد سالار دیکته می کنند و با شجاعت تمام نشان می دهند که جایگاه قدرت واقعی در اندیشه است نه در بازو، و این قدرت مستقل از جنس و رنگ و نژاد است. روی سخن من با دولت ها نیست، بلکه روی سخن من با تمامی انسان های آزاد و شریف در تمام جهان است. ای انسان های آزاده، در کنار ما باشید و ما را یاری کنید تا دولت ها دست از حمایت از این رژیم قاتل و کودک کش بردارند. این رژیم به هیچ اصلی، حتی اصول مذهبی خودش نیز وفادار نیست و جز زر و زور و حفظ قدرت قانون و قاعده‌ای به هر طریق ممکن نمی شناسد. ایرانیان دلیر در واقع با تمامی دولت‌هایی که این حاکمان جابر را حمایت می کنند در حال جنگ هستند. تحریم‌های مضحک و خنده آور برای خالی نبودن عریضه از یک سو و معاملات میلیاردی پشت پرده از سوی دیگر بیانگر تنهایی ایرانیان آزادی خواه در این نبرد نفسگیر است. گلوله‌ای که در کردستان، آذربایجان، بلوچستان، خوزستان و سراسر ایران کودکان را پرپر می‌کند، ساخت ایران نیست. تا
تا چه زمانی باید شاهد ظلم و ستم از سوی خود کامگان سیاسی در هر نقطه از این جهان باشیم؟ آیا تجربه هیتلر، موسولینی، چاوشسکو، قذافی، صدام حسین، خمینی و این آخرینش خامنه‌ای کافی نیست تا جهانیان را به فکر راهی نوین بیندازد؟ انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمان‌هایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت می‌گیرند، با اجرای فعالیت‌های عملی و بازدارنده و مؤثر در قبال جنایات عریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان و کودکان در جریان است، دست از بی‌تفاوتی برداشته و از این آدم کشی و نسل کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد. آنچه مورد نیاز است عدم حمایت از رژیمی است که در آبان 98 در طول 4 روز هزاران ایرانی را به قتل رساند و جهان تنها نظاره‌گر بود. این فاجعه و فجایع مشابه لکه ننگی است بر پیشانی بشریت. حال زمان آن رسیده است که تمامی کشورهای آزادی خواه به عنوان حرکتی نمادین و سمبولیک تمامی نمایندگان خود را از ایران فرا بخوانند و نمایندگان و وابستگان این رژیم سفاک را از کشورهای خود اخراج نمایند و بدین طریق اظهار همبستگی با مردم آزادی خواه ایران بنمایند. فرزندان شجاع ایرانی اکنون پرچمدار آزادی و عدالت و رهبران یکی از استثنایی ترین انقلابهای تاریخ بشریت هستند. صدای رسا و بلند آنان باشیم. از همه انسانهای با وجدان جهان میخواهم که در کنار ما بایستند و از دولتهای خود بخواهند که نه در حرف و کلام و شعار، بلکه در عمل رژیم را به زیر فشار برده و هر گونه تعاملی با این رژیم را متوقف کنند. ما طلایه‌داران آن نسل بشری هستیم که جنس و رنگ و نژاد نمی‌شناسد و چون پدرمان کوروش بزرگ بر آزادی انسان‌ها و صلح و دوستی بی توجه به زبان و فرهنگ ایمان راسخ دارد، به امید آزادی و رهایی همه انسان‌ها از بند ناآگاهی و تعصب. زن، زندگی، آزادی. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، فرمانده ما تازین بفگن تو کمندت را، از تخت نگونش کن، از تخت نگونش کن. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما، دلهای سنگ شهر بی آیین شده، ای مردم غمگی شده، ای عالم. هر کس به مردم شلیک کرد بزنیدش، هر کس گفت نزنیدش اونم بزنید، هر کس گفت بیا گفتگو کنیم اونم بزنید، هر کس گفت منم اعتراض دارم اما این راهش نیست اونم بزنید، هر کس گفت فرق شما با اونا چیه اونم بزنید، هر کس گفت اصلاحات اونم بزنید، هر کس گفت اینا برن که جاشون بیاد اونو دوبار بزنید، بزنید انقدر بزنید تا تموم بشن این بی‌ناموسا. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.